جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. علما میگن که اگر خدا یک بار دیگه به هر انسانی که مرده اجازه بده که زمین شکافته بشه، بگه پنج دقیقه سرت بیا بالا، یک نصیحت برای زندگان بکن. هر مردی که تو قبرستان دفن شده، اگر خداوند به یک مرده اجازه بده، نه که پنج دقیقه، 10 ثانیه قبر باز بشه، روح بهش بر بگرده، بیا بالا سرت، یه جمله نصیحت بکن برای زندگان که هنوز نمردن. علما میگن اون جملهش اینه: تزودوا فان خیر الزاد التقوا. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. اگه اشتباه نکنم جنید بغدادی بود، اون عارف بزرگ، به خواب یکی از شاگرداش میاد، میگه جناب شیخ اونجا چطوره؟ حالت چطوره؟ بعد به شاگردش اگه اشتباه نکنم میگه که هیچ چیزی به درد من نخورد، نه این که مردم ما را میبوسیدن، پیشانی ما رو میستن، خم میشدن، دست ما را میبوسیدن، نه شهرت من، هیچی به درد من نخورد، مگر همون دو رکعتی که تو در دل تاریکی شب میخوندیم و سجده میکردیم، میگفتیم سبحان ربی الاعلی بنده، دور از چشم مردم. اینا هیچ کدوم به درد آدم نمیخوره، این همه عکس گرفتن و خم شدن و دست بوسیدن و پیشونی بوسیدن و تعریف و تمجید. و عمر رضی الله عنه می فرماین اگر روز قیامت صدا بزنن همه بهشتی هم، یک نفر به بهشت نمیره. عمر فکر میکنه اون یکی عمره، از خودشون راضی نبودن. و ابوبکر رضی الله عنه می فرماین اگر روز قیامت یک پام تو بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امین تو مکر الله، بازم در امان نیستم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ کس به عملش وارد بهش نمیشه مگر اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی انت یا رسول الله؟ حتی تو؟ گفت حتی انا، مگر اینکه رحمت خدا شامل حال من بشه.